اوکی، به ذات هشم میسات شما یا سیور امروز رو شروع میکنیم. میدونید که امشب یود گیمل الول، یود گیمل الول، 13 همه الول، ما میدونیم ماه الول کلن موضوعش هست آشکار شدن 13 تا میدوت رخمیم حکادش باروخو، شلوش استره میدوت رخمیم که رخوم به خنون به خلو. و 13 همه الول دیگه شاهکار دیگه، روز 13 همه الول که امشب هستش به ذات هشم، که فوت بن ایشخای، که آدم فقط اسم بن ایشخای رو میگه یر از شمایی میگیره، فقط آدم از اسم بن ایشخای، سفر بن ایشخای که به خاطر همین اسمش معروف شده به بن ایشخای، به خاطر سفرش آدم هشپایی که دوشا رو حس میکنه و حس میکنیم که روز که بن ایشخای با ما هنوز هست، با ما زندگی میکنه و امروز به عزت هشم که سر سالش هستش، همونطوری که اسمش میگه بن ایش خی، و گمارا میپرسه گمارای براخوت، مگه کسی هستش که بن ایش مت، یعنی چه بن ایش خی؟ و بله که گمارا میگه که صدیکیم تا حتی موقعی هم که فوت کردن زنده هستن، خی هستن. پس امشب که میشه 13 همه الول، روز ماه الول 13 تا میدوت رخمیمه، و 13 همه الول که عدد 13 نشوندهنده 13 تا خصلت های هشم هستش، این روز بزرگی هستش که ربنو بن ایشخای هیلولاش هست، سالش هست. به زاد هشم شیور برای ایلوی نشامای یوسف بن میریام و همچنین یوسف مردخای بن ربی و همچنین خلیل بن موشه خاییم و همچنین برای ایلوی نشامای شالوم بن ابراهام و همچنین متتیا بن لوی و همچنین برای ایلون شمای یعقوب بن اهرون شمنو خاتم بگن ایدن و لفدیل بن خاییم لخاییم زخوت بن ایشخای ربن یوسف خاییم که فامیلیش میشه خاییم، زندگی که به زخوتش هشم زندگی بده، طول عمر بده به کل مریضان اسرائیل و بخلانام لیعقوب خاییم بن خانوم آقا حلوی و همچنین به مرات ایمی هلن بعد شوکت این عرفان الهیم برخم خاربیم شیو بریم و خزاکیم ربو داته دابدوتو ایت براخ و همچنین مئیر ربی مئیر بن ناهید ششه میشلخ لروفا شلما و اطلاخه بخور معصه یاداو و همچنین هتلاخه برای یعقوب ببخشید یهودا بن ملکا شیطلیخ و شیمتایت از شیدوخ شلو بزخود ربنو یوسف خاییم زخوتای گاندانین و الکول اسرائیل آمین و هتلاخت رفائل بن رینا و همچنین برای هتراخای شلومبو بن کخاوا و یخسکل بن پروانه پرمانش یصلیخو به خول معسی دهم. مرای به ربوتای میخوام براتون شروع بکنم از یک داستان خیلی جالب. یک زنی در ایر تکدوشا داشته را میرفته، این زنی که اصلا زیاد تو یهودیت نبود، میتفوت و اینا را نگر نمیداشت، اینه که فقط یوم کیپور و ششنا میان کنیسا و مسورتی یهودی خیلی ببخشید یک ثانیه. خب این زن روی زمین میبینه یه عکسی هستش، عکس یک صدیق، من متوجه میشه میفهمی که این عراقی بوده از غار معلوم، من میفهمی که این عکس بن ایشخای، عکس بن ایشخای برمیداره و ماچش میکنه و میذاره توی کیفش و بدونید از اون به بعد پیش خود احساس میکنه که مثلا باید براخا بگه، شروع میکنه براخا گفتن، کم کم از براخا میشه شبات نگر داشتن، کاشر نگر داشتن. و موقعی که میدونید موقعی که یک زنی به راه دین میاد، این نیست که فقط خودش دیندار میشه، مردا شاید، ولی زنا همه خانواده‌شون هم دیندار میکنن. یه نفر هستش من میدونم شنیدم راجبش، این زن برتشو برتشو میشه و 17 نفر از اعضای خانواده‌اش باهاش برتشو میشن و همینطور هم در این مورد میشه که این زن همه خانوادهش باشن باروخ هشم آدم های شمر میسفه در شمر شبات. از کجا این شروع شد؟ از عکس بن ایشخای. عکس بن ایشخای رو دید، میبینیم که تا حتی عکس بن ایشخای چه که میبینیم موقعی 26 سالش بوده ای تو این عکسه و کسایی که میشتاختن از نزدیک میدیدنش میگن حضرت ما پانی میداشته که مثل ملاخ بوده، صورت ملاخ رو داشته. یه معروفه که یه مرتبه داشته بن ایشخای مسافرت میکرده موقعی که میاد رسکودش و توی مسافرت اون که کاروان داشت، رهبر کاروان بوده، ازش میخواد بن ایشخای که برای شبات وایسه. میگه نه، میگه اینجا خیلی خطرناکه، ما اینجا وایسیم همه زندگیمونو میگیرن و همه میکشنمونو، معلوم نیست چی برای سرمون بیاد.
بن ایشخای میگه نه، بعد وایسی، خلاصه چیزی که میشه بن ایشخای خودش اونجا وای میسه و کبالت شبات لباساش عوض میکنه، همه چیز داشته شب شبات داشته تیکونه ظهر میخونده و اون لحظه بودش که هد رئیس راهزنا وارد چادرش میشه، میگن تا نگاهش بهش میفته همینطوری میخکوب میشه برای دقیقه ها، همینطوری فقط تماشاش میکنه، بعد سرش که میاره با رب یوسف خیم میذاره فرار میکنه، همه رفیقاش هم باش فرار میکنن، همشون پا به فرار. میگن حضرت پانیمی که داشته بی نظیر بوده چون که نور شخینا روی صورتش بود. رب دیدی نشامای رب بن ایشخای نشامایی بودش که ربی یعقوب و ابوخطیرا که میدونی میشه رئیس هد اول سلسله ابوخطیرا که قبرش بدنش در دمنهور به خاک سپرده شده، ربی یعقوب و ابوخطیرا میان اطلاع میده به پدرش که بوده ربی الیاهو خیم، به پدرش اطلاع میده میگه بدون که تو نشامای خیلی مخصوصی به داده میشه، این نشاما رو حواسش داشته باش، بدون که این نشامای خیلی بزرگی هستش. و یه ماه بعد از این موضوع زنش حامله میشه و چند وقت بعدش که به بن ایشخای به دنیا میادش. میدونید ربنو بن ایشخای موقعی که اسم کتاباش از کجا اومده؟ اسم کتاباش از پاسوکی اومده، شما میدونیم موقع که راجب بن ایاهو بن یهویادا نوشته شده، درست؟ و بن ایاهو بن یهویادا که کبرش در ارس هکودش هست، موقعی که بن ایشخای میاد سر کبرش اونجا یه خودیمایی انجام میده و اونجا بود که میفهمه که نشاماش از شورش نشامای بن ایاهو بن یهویادا است. به خاطر اینه که از اون به بعد اسم همه کتاباشو میذاره رو لقبهایی که توی ناوی نوشته شده برای بن ایاهو بن یهویادا، درست؟ و که بن ایشخای یکیشه، رب پعالیم مکبتل و بن ایشخایل، همه اینا از اونجا آمده. چرا بعضی کتاباش هست اود یوسف خی، خب اسمش بوده یوسف، ولی اونم به خاطر این که ما میدونیم رب شیمون اگسی که ما قبلا گفتیم ایرانی است بوده، پدرش یکی از تاجر ایرانی بوده و میاد مقیم بغداد میشه و هراف بن ایشخای صداش میکرده مهرشا، بن ایشخای اینقدر دوستش داشته میگفتیم مهرشا موره محرف ربی شیمون اگسی، اینطوری صداش میکرده و بیشتر از تلمید بوده، حالت خبروتا بوده، باهاش خاور بوده، یه موقعی سواله رو میفرستده، چیزایی رو میفرستده برای ربی شمعون اگسی. ربی شمعون اگسی خیلی معروف نبود، چرا؟ چون که درشان نبود که بتونه حرف بزنه، چون که مگمگم بود، یعنی نکت زبون داشت، موقعی میخواست حرف بزنه مثلا چیزی که ما بگیم در یه رو میگیم شاید یک ساعت طول میکشه تا بگه، مردم حوصله‌شون سر میرفت و یه مرتبه میبینن جماعت بغداد که در هفت روز سال بن ایشخای، تو هفت روز بعد از فوت بن ایشخای، میبینن که یکی از کسایی که اسمش اونجا هست که دراشا بده هر روز یه راوه دیگه دراشا میداده و همه مغازه ها رو میبندن برای هفت روز، همه جا بسته و همش میبندن که نیسا و حسبدین گوش میکنن. من میبینن که اسم کسی که قرار حسبد بده ربی شمعون اگسیه، اینا میگن ربی شمعون اگسی چطور میتونه حرف بزنه، اینکه یه نکته زبون داره، نه نمیدونن که این چه صدیق بزرگی هستش، میمیسن چه راب خاشوبیه، فقط خخامیم ربانی میدونستن. چیزی که هستش میاد بالا و 400 دراشا میده و قبل از که دراشا بده میگه من نمیخواستم حرف بزنم، ولی مورین و ربی یوسف خیم من توی خواب و از من تقاضا کرد که من مسبیدش باشم براش حرف بزنم، اینو آشکار میکنه. و نقطه دیگه که میگه بدونید که بن ایشخای شورش نیتسوته نشامای یوسف هست، صدیق بوده، اسمش هم بوده یوسف، درست؟ اسمشو پدرش که اونم صاحب خیلی بزرگی بوده و قادوشی بوده و میفهمی که این اسمی که میذاره مطابق نشاماش بوده، اسمشو میذاره یوسف چون که نیتسوسی بوده از یوسف حسدی. و میگه به خاطر همین میگه ربی شمعون اگسی شما ببینید اتفاقاتی که براش توی زندگی میفته دقیقا شبیه به اتفاقاتی که برای یوسف حسدی میفته. میگه یوسف حسدی برادراش میندازنش توی چاه، موقعی که هراف بن ایشخای بچه بوده خواهرش هولش میده میفته توی چاه آب سرد عمیق که امکان غرق شدن بوده، همه چیز بوده و به دادش میرسن مردم، میارنش بیرون، من نجات پیدا میکنه، میدنش به مادرش و بهش میگه مادرش موقعی تو بغلش میده میگه یوسف هشم به تو دو مرتبه خیم داد.
و میگه یه اتفاق. یه اتفاق دیگه که ما میبینیم که زندان بود. میدونید به خاطر اینکه برادراش پول میگرفتن و کارهایی میکردن برای توی بیزنس و اینا و همه پولشون رو از دست میدن متاسفانه و شک میکنن که اینا کلک زدن و پول خوردن. بنیشخی هم که واقعا توی کار کسب نبوده و چون که برادرش بوده اونم توی زندان میندازنش و مادر بنیشخی خیلی ناراحت بود توی اون مدت که موقعی که بنیشخی زندان بود و میگه ربی شمعون اگسی هم مثل یوسف اسدی که اونم زندان بودش و نه فقط اون. ببینید یوسف کجا فوت کرد؟ تو مصرعیم و یوسف با آرون به مصرعیم تو مصرعیم بود و بدنش رو بردن خاک سپاری تو شخم تو رسکودش. میگه همینطور هم ربی یوسف خاییم قسمت شمال سر نزدیک کبر یخسکر هناوی که اونجا رفته بود اونجا فوت میکنه و میارنش و میبینی که سه روز بعدش 15 روز دوشنبه فوت میکنه و روز چهارشنبه پنجشنبه 15 الول اون موقع به خاک میسپرنش. میگه ببینید این اتفاقات زندگیش خیلی شبیه به یوسف حسدیک بوده و همینطور هم خیلی شمر هبرید بوده مثل یوسف حسدیک. خیلی معلای بزرگش بوده در اینیان شمیرت هبرید در کدوشا. کدوشا یه درجه خیلی بالا. میدونه توی خونش آسود میکنه که دخترها زنها کسی که اونجا کار میکنن با اکوین برن، یعنی که با کفش پاشتندار برن که سر و صدا میکنه. میگه اگر میدونستیم که این صدایی که میاد از این پاشنه این کفشا چه تومایی تولید میکنه ازش خیلی دوری میکنه. میگه یه تومایی میاره که این میام که دوشا و تهارا خمرود خیلی تو خمرود بوده. همونطوری که میدونید کف خیم که میشده شاگردش ربی یعقوب خیم سوفر مینویسه تو حلاخوت نتیلت یا دنیم میگه کسایی که نشاماشون که دوشای ترا داره کشیده میشن به خمرود. یه کسایی که میبینید دنبال این هستن که ببینن چه هلاخایی مخمیرتره و هلاخای مخمیرتره انجام بدن به خاطر که دوشای اعترایی هست که تو نشاماشون هست و بنیشخی اینطوری بوده که ما از سفرش میبینیم که کشیده میشه و خودش تو زندگی شخصیش میدونید که کسایی که براش قضا رو درست میکردن کاراشو میکردن همشون یا دخترای زیر 12 بودن یا زنای بالاتر از 60 که میفهمید منظورم چیه که توم آی نیدا نباشه. یعنی بهش میگن اخلین خولین به تهارا غذایشو به تهارا میخورده غذایی که میگن ما مدرگاش نیستیم و این برای ما یه خمرایی شاید معنی نداشته باشه ولی تو مدرگای اون بوده و که این درجه رو نگر می‌داشته به علاوه خمره‌های دیگه که مثلا تو تابستون که خیلی هوا گرمه و تو بغداد که دیگه اونجا اش گهینوم هستش به هندونه نمی‌خورده. اون موقع هم که بستنی و یخ و این برنامه مثلا چیزی که آدم نشامشو به حال می‌داده هندونه بوده، هندونه نمی‌خورده. خیلی خمرات خیلی زیادی داشته، تنیتی بسی گوفی و راجبش میگن که 6 خودش رو پنهان میکنه که تشوبت ربی نخونی حکانه رو انجام بده که تنیت و اینا است که آدم زخه بشه به روح حکودش به خلو و مدرگاهی که داشته خیلی عجیب بوده، خیلی بالا بوده و خیلی هم عناوا داشته. توی یکی از نامه هاش براش می نویسن میگن که به علور حکودش و ناوی به دورن و این لقبا جواب نمیسه میگه تا ایتم بی میگه اشتباه کردیم، من هیچ کدوم از این میدوت درم نیست. و به غیر از اون تو گمارا میگه که بعد از این که بعد از خوربان به تمیق داشت نبوعا از نابیا گرفته شدش و دادش به شوتیم به بچه ها به شوتیم به بچه های کوچیک و شوتیم. میگه پس یعنی میگه من رو مشابیخ نکنید که من روح حکودش دارم، در حالی که واضح بوده همه میدونستن که بل روح حکودش هستش و یوده مخشابود کره مخشابود به خلو زخودی گناله اینو ولکل اسرائیل آمین. میخوایم اینجا یه مقداری از حمدی به توراش بگیم و یه مقداری دیگه از مفتیمش بگیم، از گدلوتش، از مفتیمی که واقعا شگفت انگیز هستش، واقعا خیلی جالبه. براتون یه داستان بگم که از بنیشخی جالبه که داستان ساده هستش ولی نشون میده که در هر دوره آدمایی هستن که ثروتمندن و متاسفانه خیلی خسیسن. و یادم رفکی میگه فکر کنم ربی شاید ربی سایز سلنت بگه میگه هیچ وقت آدم نمیفهمه، شاید خافت خیلی میگه هیچ وقت آدم ها نمیفهمن که خسیسی آدم ثروتمند
چه نوع خصیصی هستش تا اینکه خودشون ثروتمند بشن. میگه آدمایی که ثروتمند نیستن نمیفهمن اینو. میگه یه کلیپ هایی هستش مخصوص که میره مخصوصا دنبال آدمای ثروتمند که تا حتی که این همه پول دارن و میتونن خرج بکنن، نخوان پولشون رو خرج بکنن برای تورا، میتزبوت، برای چیزای دیگه، برای خرج های زندگی و خلو پولا رو نمی. میگه یه نوع کلیپ هاست که فقط آدمای ثروتمند اینو دارن. و این نفر همچین آدمی در بغداد در کهیلای بنیشقی بوده و بنیشقی متوجه میشه که این طرف تفیلین خودشو نداره، آدم پولدار و تفیلین نخریده بود، هدف تفیلین که دیگر رو قرض میکرد از این یکی، از یه مرتبه دیگه، از یکی دیگه، یه مرتبه دیگه تفیلای که تفیلینه که نیسا، هر دفعه یه تفیلین از کی میگیره. و بنیشقی میاد بهش میگه ببین چرا تو این کارو میکنی، چرا بنی چرا تفیلین نمیخری؟ و این طرف میگه ربینو من وقتشو ندارم، وقت ندارم برم بالا برم سوفر تفیلین بگیرم. برای امروزی هم نبوده که همه جا میفروشن و تفیلینای زیادی هستش و بعد میرفتن اوردر میدادن این کلف از این یکی باتیم اینا. میگه بهش بنیشخای میگه اوکی من برات این کارا رو میکنم، تو فقط پولشو بده من برات این کارا رو میکنم. میگه اوکی چقدره؟ میگه 300 زهوبیم، 300 مثلا من بگین دلار هر چی که میخواد 300 زهوبیم. میگه اگرم میخوای بهترم باشه مهودارتر و اینا هم هستش که 500 زهوبیم. بعد این میگه نه نمیگه در بینو میدونی چی، من خودم میخرم. میز اوکی خودم میخرم، میترسه خودم میخرم. میاد بعد از یه ماه این طرف خیلی میاد توی کنیسا سینه‌شو میده جلو خیلی خوشحال، تفیلین دستش، آه تفیلین خریدم، جلو همه خیلی خوشحال میاد تو، میاد از بنیشخی میپرسه میگه ربینو بنیش ما شخیانو میگیم رو تفیلین تازه یا نمیگیم؟ حلاخای اینه که نمیگیم به خاطر دلیلای مختلف، رو تلیت میگیم ولی رو تفیلین نمیگیم، و چون که پوست حیوانه یکی از دلیلاش پوست حیوانه، حیوانو بعد شخیتا میکردن تا اینکه تفیلین به دست بیاد و یه سر بال خاین بوده، بخاطر اینه که براخا نمیگیم شخیانو. خلاصه بهش میگه نمیگیم. بعد بنیشخی ازش میپرسه میگه خب تفیلینو از چند خریدی؟ میگه 200 نخوشت، یعنی به جای سکه های گرون به خیلی سکه. میگه خیلی پول کمی دادم. و میگه نه این قیمت هایی که تو گفتی 300 زهوبی، من اینجا نخوشت با مست تفیلین خواهد. بهش میگه رب نیشقی در جا تفیلین پاسوله. بهش میگه از کجا؟ برای چی نمیگه رب نو که تفیلین پاسوله؟ میگه چون که فقط کلف تنها 100 زهوبیمه، فقط کلفش، فقط پوستش میاد 100 زهوبیمه و سوفر باید بنویسه، بتیمش هست، اینا همه اینا هست. میگه امکان نداره. میگه این تبکاش. بعد چی بهش جواب میده این کمسان؟ بهش میگه ربینو من اینو خریدم، پولم بهش دادم و گناه به من گفتی این تفیلین کاشره، گناهش گردن اون، من تفیلینو میبندم روش براخم، میگم که البته براخال و تالاست. میگه همه اینا، همه این گناه ها همش رو گردن سوفری که اینا به من فروخته. بنیشقی میبینه که there is nobody to talk to، میبینه این طرف نه و بهش میکنه. میگذره سه ماه، میگذره یه مرتبه میبینه این عاشیره داره گریه میکنه، ناراحته، پریشونه. میگه چی شده؟ میگه ربنو نپرس، چه ضرر بزرگی کردم، چه ضرری. میگه چی شد؟ میگه یه نفر سوخر، یه بیزنسمن اومده بود تاجر و به من سنگ فروخت، سنگو من خریدم 1000 زهوبیم، 1000 زهوبیم پول این سنگو دادم. بعد که اومدم بفروشمش فهمیدم که این سنگ قلابیه، این سنگ برلیان نیستش، این سنگ شیشه است، زخوخیت من فروخته. میگه خب بنیشقی بهش میگه خب به پلیس بگو اینا، بگم پدر کنم نه طرف فرار کرده رفته، ضرر کردم، یعنی 1000 زوبیم همینطوری داده برای یه تیکه گلاس، یه تیکه شیشه. بهش میگه بنیشقی خب چه ناراحتی، تو اینو نگرش دار، هر کاری خواستی باش بکن، یک این گناهش کردن اون، یعنی بهش میگه یه گناهش کردن اون به تو فروخته، گناهش کردن اون، بنداز رو گردن اون، اینو بفروشش، تو بده بفروشش برلیان، بگو برلیانه، ولی برلیان نیست، گناهش کردن اون که بهت فروخته. یعنی داشت بهش مسیج میداد که فهمید طرف که این اونش براش اومده، این که
تفین پاسول بسته که رفته پول داده از اون تفین پاسول خریده و به خیال خودش اینطوری صرفه جویی کرده و رفته جایی خرید. و اینو ما میدونیم این داستان خیلی وقت اتفاق میفته برای مزوزا، برای چیز دیگه، هر چیزی که دوشا هستش و روخنیوته طرف هر دلار و هر یک سنت رو برایش اهمیت قائله، ولی موقعی که میرسه برای گردش و تفریح و جاهای دیگه، کارهای دیگه، میگه نه میره پولو میده، هر چقدر شدهش میپرسن بهش میگه میده، سوال نمیپرسه چرا اینقدر گرون، چرا این پولو میده، ولی برای تفریح و مزوزا و دیبره کدش طرف سوال و این و اون رو بعد نمیخواد، به زور پولم میخواد بده. متاسفانه این یک اظهارایی که گفتیم مخصوصا تو عشیریم هست و بایستی روشون کار بکنن، باید روی میدا کار بکنن و باروخ هشم ما میدونیم خیلی عشیریم هستن که نه فقط این که برای خودشون، بلکه برای کسای دیگه هم کمک میکنن و زوخه میشن توی میتسوت. اخیرا یک داستان شنیدم تازه واقعا very fresh، یه نفر بیزنسمن که تاجر خیلی بزرگ به تو ریل استیت، یعنی ساختمون چندی میلیون بخره بفروشه، اینا به یک جا زنگ میزنه که اینا زنهای بیوه و یتیما رو بهشون غذا میدن و اگر معلم میخوان بچه هاشون براشون معلم میفرستن و کمک میکنن به یتیما و المانات. زنگ میزنه اونجا و داستانشو میگه به رابی که این کارها رو میکرده، این موضوع رو منیج میکرده، بهش میگه زندگیشو بعد راوی میگه خب بهش میگه بدون که من الان میخوام برم یه دیل خیلی بزرگی باید انجام بدم، میگه اگر این که موفق شدم که موفق شدم، میگه اگر نه بایستی اعلام ورشکستگی بکنم، میگه وضعم در حال حاضر اصلا جالب نیست و همش بستگی داره به این دیلی که باید انجام بدم. ربای واینفلد رو کنم اسمش بوده، بهش میگه خب برای چی اینو به من میگی، موضوع چیه؟ میگه امیدوارم حد سرخواه داشته باشی، میگه what can I can help، میگه من میخوام بدونم که میخوام یه زخوت خیلی بزرگی داشته باشم که موفق بشم. بهش میگه این چند تا موضوع هستش که این خانواده اینجا هست، این یتیم هست، اون هست، این چیزا، اینا، میگه نه چیز بزرگ میخوام. میگه اوکی ببین، یه زن آلمانا هستش که این سه براخا بچه داره، یکی از بچه‌هاش هم متاسفانه مریضی بدر رو داره تو بیمارستان اینا و ما خرج خوراک این، یعنی خوراک حاضری براش میفرستیم، همه خوراک رو گذاشتی گرفتیم رو خودمون و این واقعا هم خرج زیادی داره، اگر میخوای اینو. میگه اوکی، میگه یه ماه شروع من، میگه پول یه ماه غذاشو کاملا من میدم و فقط میگه به یه شرط که به زنه بگین، زن آلمانا، که برای من تفیلا بخونه و همینطور هم خودتون تفیلا بخونید و این برنامه چیزی که میشه به زنگ میزنه بعد از چند هفته، بهش میگه میخوام بدونید که باروخ هشم، میگه به صورت معجزه آسا موفق شدم و میخواستم این خبر خوشحالی بهتون بدم که تفیلا ها و زخوت این موضوع منو نجاتم داد. اینه که گفتیم برگردیم به هارف بنیشقی، خیلی ها نمیدونن که پدرش ربی الیاهو میدونید متاسفانه از سر جوون 52 سالگی فوت میکنه، اسمش بوده الیاهو و اسم پدرش بوده موشه الیاهو و یوسف و معروف بوده. چرا الیاهو؟ بهش میگفتن، خیلی ها نمیدونستن موضوع چیه و بهش میگفتن الیاهو حناوی، منظورم چیه که هر موتی شبات لباساشو عوض میکرد با یه لباسی که صورتشو نبینن، پول بر میداشت و میرفت خونه های عنیم و پولو میذاشت و فرار میکرد و همه میگفتن این الیاهو حناویه، نه اینکه موتی شبات بود اسمش هم بود بایدیو الیاهو، میگفتن الیاهو حناویه. بعد از اینکه فوت میکنه توی هفتش که برای اولین بار در یود گیمل 13 الول بوده که جالبه که یعنی تو زمان الول بنیشخای فوت میکنه و اولین دراشایی هم که میده که میشده هفته پدرش، توی اون دراشا میاد به همه میگه بدونید اون کسی که شما فکر میکنی الیاهو حناویه این کسی نبود به غیر از پدرم، میگه پدر من بود که میامد و این کارو میکرد به ایلوم شم و هستر صداکاب و ستر و ما میبینیم که زخوت صداقت تو این خانواده بودش، زخوت خسد و رحمی، همینطور هم خود بنیشقی، همینطور هم پدرش که همیشه کمک میکردن به کسایی که سختشون بود، بیوازاد بودن و ناراحتی داشتن تو زندگی،
و زخوت خسد هم میتونیم بگیم شاید به همین زخوت بودش که پدرش زخوت شدش به همچین نشمای به این بزرگی. اینا گفتیم در هفتم الول تافرش یوتت که فوت میکنه پدرش ربی الیاهو خیم، هفتم الول و 52 سالش بود. و گفتیم که روز 13 الول که میشه روز هفتش، اون موقعی بودش که برای اولین بار بن ایشخای دراشاشو میده و میوم لیوم درست متوجه شدین که نمشته حکادش باروخو ممالشنو تهم شل صدیکی میوم می خودش لخودش میوم لیوم حکش باروخو همون روز همون درسته که بن ایشخای در این تاریخ به دنیا نیامده بود، ولی چیزی که هست موقعی که راب میشه، یعنی اولین دراشایی که میده به عنوان راب بغداد کهیلا که دوشای بغداد، اولین دراشاش کی بوده؟ در این روز بوده. درسته میدونی که بن ایشخای در سال در ماه آب به دنیا میاد، 27 آب در سال 5595 در شهر در بغداد بابل عراق 27 آب به دنیا میاد، ولی اولین دراشه که میده یعنی به عنوان راو کهیلا کی بوده؟ 13 الول. و 13 الول هم فوت میکنه که اینو بعضی هم میگن که این نیست که آدم بعد روزی که به دنیا اومده هم روز فوت بکنه صدیکیم، نه، روزی هم که نشامای کلل اسرائیل میگیرن، نشامای بزرگ میگیرن، نشامای میگیرن که جماعت پیرویشون باشن، اون روز مثل به دنیا آمدنشون میمونه و همون روز میبینیم که فوت کردش. و اینو خیلی جاها میبینیم، خیلی ربانیمای بزرگ بودن که روزی که نتمنه شدن به راب شهر و روشی شیوا شدن و خود اون روز روزیه که سالها بعدش فوت میکنن. برگردیم به اینیان، موقعی که بن ایشخای یه بچه کوچیک بود، چند سالش بود؟ 4 یا 5 سالش. و پدرش هر چند وقت یه بار ازش سوال میپرسید رو پاراشای شبوع، رو پاراشای هفته، و ازش میپرسه، پدرش میگه نوت کتاب شیوخه بن ایشخای نوشته شده نوشته میاره که میگه ازش پدرش میپرسه میگه مگه میشه که بوره اولام یعنی هشم ایتبارخ که یوده یکل نیستارو که همه دنیا هم میدونه که بیاد از یتیر کپاو از آدم هاریشون بپرسه بگه ایکا کجا هستی ور آر یو کجا رفتی کجا هستی ایکا میگه مگه اکادش باروخو نمیدونست کجاست که این میپرسه ازش این سوالو پدرش میپرسه از بن ایشخای. بن ایشخای جواب میده، ببینی بچه 5 ساله چه جوابی میده. در جا میگه کلمه ایکا میشه راشتووتش انی یودیا کل هنیستاروت. که من میدونم همه چیزی که پنهانی است. انی یودیا کل هنیستاروت. یعنی توی کلمه و میبینیم اینجا خوش گیمتریا و راشتووتشو که خیلی وقت ازش ما استفاده میکنیم، مثلا آدام. کلمه آدم بن ایشخای میگه آدم به عبری که الف دال می نویسنش، اگه بازش بکنید بنویسید الف، دالدش هم بنویسید دالد لام تاف، مم میشه دو تا مم، با اگر حروف وسط رو بگیرید حروف وسطی میشن میتپلل، میشه دقیقا میتپلل، یعنی نشون میده که مهوت درونیت آدم تفیلاست، که آدم تفیلا بخونه. اینو ما اگر باشه گفتیم هم مبعه تو گمارای بابا کما، میشنای اول بابا کما که میشه تفیلا خوندن. آدم گمارا میگه موعه چیه؟ میگه این آدمه. و بن ایشخای میگه ببین توی کلمه آدم تو میبینی میتپلل، که توش کلمه هست که آدم اصلش از استفاده از دهن برای تفیلا هستش. میدونید جالبه بن ایشخای توی حکدامای سفرش بنایاهو بنیویادا که این که پیروش روی این یعقوب، که این اولین میتونی بگیم و مهمترین پیروش روی عین یعقوب، یعنی داستانهای گمارا پیروش بن ایشخای. شما اگر گمارایی هست که بهش میگن آرت اسکرول که نامه به انگلیسی به عبری ترجمهش کردن، انگلیسیاش قرمز آبیاش به عبری هستش، اگر ببینی تو هاروتش پایین که میرسه، موقعی که میرسه به اگادوت که اینو میدونیم که ربانی به اشکنازی نوشتن این پیروشو، همه پیروشیمایی که روی اگادوت هست امکان نداره که از کتابای بن ایشخای استفاده نکنن، بنایهو بنیادا، یعنی واقعا مین هاشمائیم بهش کوخ میدن که بتونه اگادوت گمارا رو، این قسمتایی که تا حالا کسی نفهمیده بوده، کسی جواب خیلی سوالا رو نداشته، جواب این سوالا رو بده. و ما ازش خیلی استفاده کردیم و اونجا تو حکتاماش مینویسه که
که خواهش میکنم که با خوندن این سفاریم من به شم عمرو از اون خواهش میکنم که بگین. و اینو تا حتی اینکه این همی سفر نوشته، میدونید که ربی عربی افرایم هکوهن که میشده پدر ربی شالوم کوهن روش شیوای معروف که تازگی سر سالش بود، یک سال شده روش شیوای پرات یوسف، پدرش جوان بوده و شاگرد بن ایشخای بوده، همونی که گفتیم میره کفشای بن ایشخای برمی داره میذاره روی سرش، میگه اینا مثل تفیلی میمونن که اینقدر کادشه. میگه تعریف میکنه، میگه میبینه بن ایشخای که داره مینویسه در حال نوشتن، میگه به قدری تند مینوشت که میگه چند تا سطر نوشته بود، چند تا هستت منظورمون چند تا تیکه میگه نوشته بود، میگه به قدری تون نوشته بود که هنوز مرکب اول هنوز خوش نشده بود، میگه چیزی بود خارق العاده، معجزه آسا نوشتنش. میبینیم که 68 سالش بود بعد که فوت کرد و یه متیای خنیم اونم جالبه 68 ساله بعد جا نوشته، فکر کنم 64 سالش بود ولی زیر 70 داشت متاسفانه که فوت میکنه، ولی توی همین مدت زمان سفاریمی که نوشته، به قدری سفاریم نوشته که میگم اصلا عجیبه. توی همه تورا کل راز لو آنیسله، این اصطلاحی هستش که میگم برای مثلا روش شیوا، برای راب، ولی معمولا این اصطلاح یعنی که همه چیز تورا رو میدونه. منظورشون چیه؟ یعنی میگن تو زمینه خودش مثلا یه راوی هست که فقط تو گمارا بلده، همه چیز، یعنی اگه اون گمارا رو بلده، پیروشیما رو بلده، رو گمارا ریشونیما و اخرون میان یارا، بعد و موقعی باسه یه مکوبان میگن یعنی اینکه همه سفره کبالا رو بلده، ولی موقعی که برای بن ایشخای میگیم یعنی واقعا همه رو بلد بوده، همه سفاریمای شلو دو شوبوتی که پدرش تو کتاب خونش داشته، آردی اینا رو 15 سالگی بلد بوده و کبالا همش رو بلد بوده. میدونی که ازش میخوان که بیاد روش شیوای مکوبانی بشه تو بتل، که یکی از ربانیم بهش میگه، یکی از رسکودش میگه اگه تو بیای اینجا اون موقع جماعتت چی میشن، کهیلات چی میشه توی بغداد، اونا احتیاج به تو دارن. حرفش گوش میکنه برمیگرده، یعنی بغداد بوده ولی درجه خبالایی که بلد بوده از خخامی روشنایی بالاتر بود. یه میدونید موقعی ربی خیم یعقوب خیم سوفر که میشه یعنی بله کف خیم موقعی میاد رسکودش برای مکوبانی، میاد تو مدی از ما سوالات میپرسی، ما سلامون میپرسیم برای بن ایشخای، ما از بن ایشخای بزرگترین مکوبان اونجاست بر مدی پروی ما. و خلاصه بن ایشخای این پیروششو کی نوشت و کی گفت؟ صدر یومش اینطوری بود که خدسوت لیلا بیدار میشد و بیرکوت هشخر تیکون خدسوت و بیرکوت هشخر رو میخوند و تا صبح تورا میخوند. صبح با تلیت و تفیلین میرفت کنیسا، بعد از تفیلای نتس واتیکین شور میداد رو شولخان اروخ اورخانیم، بعد شور لو شولخان اروخ یورادعا و بعد رو این یعقوب. این تقریبا تا خدسو طول میکشید و این شوراش. بعد میومد خونه پت شخریت کبالت کهل، کسایی که میمدن مخلوقت هایی که بود تو موضوع های مالی و غیره سوالایی که داشتن اینا جوابشو میداد. بعد میشست پیروشیمایی که صبح گفته بوده با تلیت و تفیلین رو بنایهو بنیو یادا مخصوصا اونا رو مینوشت که انا شده اینا کتاب، یعنی رو این یعقوب اینا شدن کتاب های بنایهو و بنیو یادا، دو تا کتاب مختلفه، یه مقیه کش از عمیق تره و اینا رو مینوشت. و این صدر یومش بود، مماش به چیز اصلا خارق‌العاده، خیلی خواب خیلی کم و تورا و کدوشا که میدونید ربی افرایم کوهن ازش میپرسه، میگم میخوام بدونم تو چطور وقت میکنی این همه تورا بخونی و یاد بدی و بنویسی همه اینا. میگه ببین انگشتای دست منو میبینی، دوتا انگشتای که بهشون میگیم اگودال، شستای دستمو. میگه چقدر طول کشید من این تورا از انگه جدا کردم، میذاره پلی هم دیگه، میگه چقدر طول کشید جدا کردم، شنیا درسته یک ثانیه. میگه بدون که من به اندازه این مدت بی تورا نداشتم، یعنی تورا بدون ثانیه‌ای به وقفه در مطالعه توراش. برگردیم اینجا گفتیم و تو حکدامای اون بنایاهوش بنویسن که این موضوع رو، تا حتی که سفاریم زیادی نوشته و رو هفتاره ها نوشته به خوله، ولی اونجا هست که تقاضا میکنه، میگه که میگه اسم منو بگین، اگه این سفاریم منو میخونید اسم سفاریم بخونید و سیش یو سیفت اتاب دو ویوت بکیور. اینه گفتیم حالا موضوع کیور، اینم خودش یکی از سوالای
جالبی است که خیلی راجبش صحبت شده که کبر بن ایشخای کجاست. نه یه سوال دیگه است. بعضی از بغدادی ها میگن ما اونجا بودیم دیگه، سر بودیم، هنوزم زنده بودن تا اخیرا، شاید هنوزم کسایی باشن که تو لوایاش بودن. فکر نمی کنم الان دیگه، موضوع صد و خورده ای سال پیشه، ولی کسایی بودن میگن اونجا لوایاش بودن، درش حرفی نیست. با کهل گادول خیلی جماعت خیلی زیادی میان برای خاکسپاریش، نمیشه تا حتی گویمان میان، حتی امت هاونام میدونستن که این مشیخ مول معلوم، میدونستن که آدم کادوشی هستش و همشون جمع میشن. میخوایم براتون، من میخونم راجع به اشکفتا ده ربنو بن ایشخای که ازه بدین اوکی. در سال تافرش سامخت 5668 میره کفر که به اسم خفیل، خفیل که این تو عراق و قبر یخسکن هنوی اونجاست. میدونی که به خاطر همینه که خیلی از گفتیم اون چند بار که خیلی از بغدادی ها اسمشون هست یخسکل. ببینید فامیلیشون یخسکل هم هستش اینا، خلاصه. و اونجا کتاب نمیسه رو سفر یخسکل به اسم مرعوت الوکیم. این در سال تافرش سامخ خط بوده روسه. بعد یک سال بعدش هشتم الول در سال تافرش سامختت دو مرتبه میره سر کبر سیون یخسکل هنابی و شبات خونه یک یهودی بوده در کفر گت. کفر میشه یعنی ویلج، شهرک کوچیکی به اسم گت. و موتسای شبات متاسفانه حس میکنه که خیلی ضعیف، حالش خوب نیست، و روز دوشنبه 13 الول هشیب دشماتول یوترا فوت میکنه. شاگرداش میارن آرونشو به شهر هندیا در عراق و از اونجا یک تلگرام میفرستن به خخامین و ربانمین بغداد که بن ایشخای فوت کرده. موشل شهردار شهر هندیا، این شهر تو عراق، چیز میفرسته، لشکر میفرسته و سرباز و برنامه اینا که با کابود ببرن آرونش رو بیارن بغداد و برای شمیرا و برای کابود. و روز چهارشنبه بود که میشده 15 الول، آرونش میرسه به بغداد و گفتیم که رواوت و میگه ده ها هزار و خیلی از نخریم میان در لوایاش. مرای و ربوتای راجع به این ربی اگسی که من بهتون اولا گفتم بگمگم بود، نکتن زبون داشت، اینم یادم رفت بگم بهتون که 400 دراشا میده و دیگه گیمگوم نداشت و این نکنت زبونش دیگه میره تو موقعی که صحبت میکنه برای بن ایشخای. و گفتیم که شر میده، میگه چرا یه جا به خاک سپردش، یه جا فوت کرد و یه جا دیگه به خاک سپرده شد، به خاطر اینکه نیتوسی بودش از یوسف حسدیک. درست. بعد اینو چیزی که میخوام بگیم اینجا راجبه کبوراش که کجا به خاک سپرده شده، اینطوری تعریف میکنم. بعد تو کتاب تازهی که تازگی چاپ شده مکبتسر که من داستانشو بهتون گفتم که از قصر به صدام حسین این کتاب یدو به دست میارن و کتابشو الان که چاپ کردن اونجا توی مقدمه میاره و تو خیلی از سفاره‌های دیگه می نویسه این موضوع رو که الان بهتون میگیم. یک کتابی هست به اسم همین کتاب بن ایشخای ولی چاپ تازش، و اونجا تو حقداماش توی مقدمش می نویسه ربی یوسف قطوری که این داستانی که براتون میگم الان، من این یه مرتبه بگم گفته بودم ولی الان چون که سر سالشه دو مرتبه میگیم و یه چند تا نقطه رو اضافه میکنیم که شب 13 الول همون سال تافرش سامختت در یروشلایم ربی ابراهام عدس، ربی ابراهام عدس فقط بدون که کی بوده، یه ذره براتون میگم خیلی کم که کی بوده ربی ابراهام عدس، کسی بوده که پسرش یه مرتبه سوال داشته روی رمبام و سرش که میذاره زمین چرت میزنه، رمبام میاد جواب سوالو بهش میده، بعد روز بعد میاد به پدرش میگه، پدرش بهش میگه بگونم این شکلی بود اون شکلی بود و اینا، میفهمه که پدرش همیشه رمبامو میبینه
و نه فقط اون ریف رو میبینه، بلکه روش هم میبینه. همه این پسکیم رو میگه از کجا این رو میشناسی؟ میگه بدون که هر دفعه من نشامم علیه میکنه، موقعی که میرم تو شامعیم اینا رو میبینم و سوالا رو اینا رو باشون صحبت میکنم، باشون حلاخا رو میگم. این بوده ربی ابراهام عدس زخوتو یکن آلینو که الان ربی یعقوب عدس میشه نوش، پسرش میشده ربی یهود عدس، پسر ربی ابراهام عدس زخوتو یکن آلینو، و یکی از صدیکیمای بزرگ یروشنعیم. و در نشسته بوده توی خونه، داشته شب بعد از خدسوت شب 13 الول داشته تورا میخونده توی خونش تو بیروشلن. میگه یه مرتبه خوابش میبره و کیو میبینه جلوش؟ ربی ابراهام لنیادو، که میبینه لباسای سفید پوشیده و داره میره. میپرسه توی خواب کجا داری میری؟ میگه دارم میرم که تو لوایای ربی یوسف خیم شرکت بکنم. میگه میام برم اونجا، میگم برم بیا بخشید، میگه میرم بیارمش یروشلایم، ببخشید، میگه دارم میرم که بیارمش یروشلایم. اینو گوش میکنه و از خواب بیدار میشه. میگه و ایشان میخوابه و دو مرتبه خوابو میبینه و این دفعه هم توی خواب میبینه که میتاتوش ربی یوسف خیم، میبینه که آرون ربی یوسف خیم داره میاد و جماعت زیادی بایستادن دورش و توی یروشلایم و ربانی میرن بالا و حسبت میدن از ربانیم معروف یروشلایم. از خواب بیدار میشه، درست، و این اون موقع هنوز نگفته بودن توی یروشلایم که بن ایشحای فوت کرده، هنوز پیغام نرسیده بوده. و همون شب کسای دیگه که یادتون میاد گفتیم، خاخام ربی بن سیون خزان، ربی بن سیون مردخای خزان، که این خزان معروفی بوده، صدای خیلی خوبی داشته، که از بغداد فرار میکنه به خاطر اینکه بنیشقای بهش میگه فرار کن، چون که میخواستن این بره توی موزین بره اونجا بخونه. من که میدونی منظورم چیه، میخواستن دیدن صداش خیلی خوبه، بهش پول زیاد میدن، این میدن اون میدن، میگن بیا اینجا با سما بخون. و میاد بنیشقای میپرسه، میگه من چیکار کنم؟ میگه فرار کن، میگه ولکن تو نیستن، و فرار میکنه و میاد یروشلایم. اول تو شخونت بخاریم بود، بعد میره ایر عتیقه. خلاصه ربی بن سیون مردخای خزان اونم همین خوابو میبینه که دارن تابوت بن ایشخایو میارن در هر حزیتیم، میارن یروشلایم که اونجا در هر حزیتیم به خاک بسپرنش. و همچنین ربی یوشع شربانی، ربی یوشع شربانی 116 سال عمر میکنه، یکی از نکیه حداد، یکی از صدیکیمای بزرگ دوره اخیر بوده. اونم نیستم و نفراتش هست زیاده، بایدش نمیشیم. و اونم یکی در یروشلایم زندگی، اونم همینطور این خوابو میبینه. یعنی سه نفر خواب میبینن، ربی یعقوب عدس و ربی و شاگرد بن ایشخای، ربی بن سیون مردخای خزان، که میدونی یکی از کاراش بوده که کتابای بن ایشخای چاپ بکنه، چون بن ایشخای کتاباش رو نمیخواسته تو بغداد اینا چاپ بکنه، میخواسته مخصوصا به کدوشا و تاهورا و از مدفیس کسی که چاپ میکرده ازش تقاضا میکرده که حتما بره میکیبه، و میخواسته که اینطوری کمکم بشه به ساکنین یروشلایم و عیر هکودش، و میخواسته تو زمین کادوش کتاباش چاپ بشه. و این کارو کی براش میکرده؟ ربی بن سیون خزان. و همینطور ربی یوسف، ربی یهوشوع شربانی، هر ستای اینا و یخلمو خلوم خلوم و هینه خلوم میخواد، و هر ستاشون دقیقا همون خوابو میبینن که بن ایشخای اووردن از شمعیم، اووردنش از عراق به یروشلایم، و هر حزیتیم به خاک سپرده شده. یه صبح که بیدار میشن هر ستای اینا، درسته، این که بوده گفتیم که یروشلایم 13 میلو اینا، اینا همشون ناراحت میشن، میفهمن که یعنی فوت کرده، ولی منم خوب نیست که به سراغ را آبده به کسی دیگه. میان یان کنیسا، هیچ کدومشون به اون یکی حرفی نمیزنه، نمیدونن که اون یکی هم این خوابو دیده، ولی هر کدومشون میگفته من چیزی میدونم که اون یکی هم نمیدونه. و میان اینجا بعد از تفیلای شخری ترستاشون با هم دیگه وایساده بودن و این خوابشون رو هر کدوم از اون یکی پنهان کرد. میگه یه نفر خواهم دیگه میاد میپرسه از ربی یهوشع شربانی، میگه کلوم یش ایزو یدیام ربینو به خورشاتو، میگه آیا خبری هستش از بن ایشخای که ما شنیدیم حالش خوب نیست، مریض بوده؟ یه ربی یهوشع ساکت میشه، جواب نمیده و تماشا میکنه به اون دوتا رفیقاش، اونم همینطوری تماشا میکنن به همدیگه و صدا صورتشونو میارن پایین، صدشونو میارن پایین، و اینطوری اون خاخامه میفهمه که نیفتر،
میگه و اونجا یعنی ساکت بودم و جواب ندادن، این دستاشو میزنه به هم دیگه، میگه وای، میگه اون موقع بودش که این سه تا خخامیم گریه میکنن و میگن هر کدومشون، هم میگه من خواب دیدم، اونم میگه من خواب دیدم. بعد از ظهر میشه، بعد از چند ساعت بعد از ظهر بود که اون موقع تلگرام میرسه از بابل به یروشلایم که هگون رابی یوسف خاین آلا به صحرا هشمیما دیش شب قبلش. و موقعی که رابی ابرام حدس اینو میبینه، گفتیم میبینه، بعد میاد میگه داستانو خوابی که دیده که اومد که بردنش یروشلایم. اونای دیگه میگن همینطور. حالا همه اینا به یه جا همین خاخامی که گفتین رابی خاین رابی یوسف بن سیون خزان، این یه شب به هاکیت در میزنن دم خونش، همون شب بعدش یک صدای در میاد، می در رو باز میکنه، میبینه که اونجا وایساده یکی از کسایی که کوفر خوفر خوفرین، یکی از کسایی که قبرا رو میکنه و اینا، و که این تو خبرا کدیشای بابلیا یعنی عراقیا براشون کار میکرده. میاد به رابینسون خزان میگه من از تو 400 تا پروتوت میخوام برای خاک کردن رابی یوسف خاین. و این شب قبلش بوده، ببخشید این شب قبلش بوده، همون قبل از اینکه هنوز معلوم بشه که هنوز نشیده بودن فوت بکنه. میدم یعنی اون همون شب خوابش میبینه که این بعدش بعد بهش میگه چرا اولا اومدی پلوی من و اینو کو گفته به من، بیا نشون بده. میگه چون که خانواده‌اش من گفتم از تو من پولو بگیرم. میگه پولو بهش میده، اوکی. بعد میگه به من نشون میده که بوراش کجاست، من میبرش بهش نشون میده که بره اونجا و اونجا هستش که سنگ میذارن و الان هم تا الان که الان هستش تو هر حزیتین جایی هستش که روش نوشته مطابق خواب رابین سیون خزان و رابی ابراهام عدس و رابی اوشا شرابانی و این را رو سنگ نوشته، اینجا سر خاک رابی یوسف خیم هستش، درست. و میگه من خودم اینجا قبلش کردم. و اینم که میگن که میگن بعد که میان اینو پیداش بکنن ازش بپرسن، طرف دیگه فوت کرده بود، میگن دیگه نبود که بپرسن ازش، بیشتر سوال بپرسن. روز بعدش این طرف بعد که پولش گرفت و رفت، یه روز بعدش فوت میکنه. چیزی که هستش اینم خیلی عجیبه که اینو بگیم، ولی این موضوع در تاریخ بوده، خیلی بودن که نشاماشونو ما گفتیم برای مشرب بنیم اگه تو باشه که ملاخیم نشاماشو آوردن تو مرات مخبلا، یعنی میاد گفتیم از یلکود روبنی که مشرد بینو الان کجا هستش، بعد طبق یلکود روبنی الان که برش تو خبرونه، خاطر همینه که زین آدار خیلی هم میرن اونجا و همینطورم صدیکیم های دیگه برای رمخل هم اینو میگن که رمخل بعضی ها میگن که کبرش یه جاست، یه جایی تو تبریات، بعضی میگن نه نزدیک ربی عکیباس و خیلی ها میگن اسم اون اونجایی که نزدیک کفر اسمش میگن کفر یاسیف، میگن میگه هرب کوک میگه بدنش تو کفر یاسیفه ولی روحش نزدیک سیون ربی عکیباس، کسی که میرن تبریا سر قبر ربی عکیبا بن یوسف اونجا میبینن که اونجا جایی هستش که میگن اینجا کبره رمخله، ولی رب بن سیون مصافی اونم میگه نه اونجا نیست، این تو کفر یاسیفه. ولی میگن اوکی هر دوتاش میتونه درست باشه که یه قسمتی از که بدنش اونجاست ولی روحش جای دیگه است. اینو میدونید برای کی میگم؟ برای ربی یعقوب ابو خضران میگن که در قاهیر گفتیم که در ببخشید در منهور تو اونجا به خاک سپرده شده ولی روحش کجاست؟ نزدیک که بره پسرش ربی ابراهام ابو خضران که در تبریا هستش که نزدیک آبم هستش، اونجا نزدیک کینرت هست. خلاصه بعد میگن که بابا سری این موضوع رو گفته که این هست و اینو یه مکوبالی هست در دوره ما به اسم ربی ایتخاک میر مورگشتین، من دیدمش باروخ هشم چند بار دیدمش و سفاری می نوشته خیلی خازاک باکی از حسیدوت خباد و برسلف، همین رو با هم یه قاطی میکنه، خیلی جالبه دورتوراهاش که کبالا خسیدوت و ربی نخامی برسله و همین را قاطی میکنه با هم دیگه و دراشای خودشو داره. خواسته ربش میگن در رب ایتسل مورگشتن، ربی ایتسخاک میر اسمشو به کوتا میگم ایتسل مورگشتن. و خیلی چیز جالبی که داره که متصای شبات هبدالا
عربیت و 112 شب میخونه نزدیک خدسوت عربیت و هفدالا نزدیک های صبح میگه و تقریبا که ملعب مرکاش میست که میره تو روز یک شنبه معروفه 12 ساعت 12 عربیت و اینا رو که معروفه ولی ملعب مرکاش هم میگم میره سانتیو روز یک شنبه میفته خیلی صدکی خیلی بزرگیه که باروخ هشه ما در این دوره داریم اون بر نشاما گیوه ها اصلش از لندن میادش بعدا یعنی طبعه بزرد هشم شد از کتاباش چیزایی بگیم ولی چیز از اونم میگه میگه را بجه برم نخمان بی برسله میگه بدونید که گوفش در اومانه اومانه که میدونید در اوکراین در روسیه هست میگه ولی نشاماش کجاست روخو ببخشید میگه روخو کجا هستش کتل معراوی میگه اونجا کتل معراوی روخه یه اونجا نزدیک کتل معراوی روخش هست یعنی هم چیزی هست که چیزی باشه و یه چیزی بگه بهتون اضافه بکنم میگم تو این واقعا مخلوقته بعضی هستن میگن نه بن ایشخای تو بغداده اصلا همچین چیزی نیست اینا ولی اینا من شامعتی ندیدم جایی بنویسه که نوه بن ایشخای که اسمش بوده داوید اسم پسرش بوده یعقوب بن ایشخای و نوهش بوده ربی داوید خیم تعریف میکنه میگه ممشلت هاریشای بغداد میگن که میخوان این به تکواروت قبرستون قدیمی یهودیای بغدادو میخوان روش جاده سازی بکنن وقت میده 3 ماه میگه که این کواری ما رو ببرن جا به جا بکنن و اونجا هم کواره بن ایشخای بوده تعریف میکنه نوش که میرن اونجا کواره بن ایشخای باز میکنن و هینه این کلوم با کوار میبینن که تو کواره چیزی نیست میبینن کواره خالیه بس امکانش خیلی زیاده که اینو ما هم گفتیم ملاخیم صدیکیم مخصوصا که ارس کدش اینقدر بهش وابسته بوده و فقط به خاطر جماعتش اونجا میمونه ولی خیلی میخواست بیاد میاد در طول زندگیش مسافرت میکنه گفت میاد ارس کدش و میره خبرون میره کبر ربی شون بریخای اونجا آهنگ بریخای مینویسه پس خیلی احتمال قوی هستش که درست باشه این موضوع و گفتیم که 3 تا از ربانیمای خاشوب و صدیکیما شهادت میدن که کبرش تو هر حزیتیم هستش و این هم هستش که گفتیم که تو بغداد میگن اصلا کبرش نیست میگن الان بری بگری اصلا جایی نمیبینی جایی نمیشه باشه کبره بن ایشخای اصلا نیستش این هم چیز دیگه است که آقا خود بغداده خب بگو کجاست اگر میگی نشون بده همچی کبری باید حتما خوب نگرش دارن اگر صدام حسین کتویدای بن ایشخای رو ارزش داشته براش و نگه داشته بوده 100% اگر کبرش اونجا بوده براش محافظت میذاشته روش یه گنبدی میساخته یه کاری میکرده پس این هم خودش یه رأیای دیگه استش که واقعا تامون به هر حضرتیم در ارث حکودش زه خود اگران علینو میدونید که ما بن ایشخای ما باروخ هشم همیشه از کتاباش میاریم همیشه راجبش صحبت میکنیم و بن یوسف خیم و زه خود اگران علینو و 100% زه خودش در این روز میدونید یکی از فامیلاش به اسم ربی یهودا عدس مریضی خیلی بد میگیره که مریضی که بهش میگن دکترا دوتا چاره داره یکی این که میگه همینطوری ورد بکنی و میگه میان در جا دتسیت میان زیاد طول نمیکشه که فوت بکنه و یا این که میان جراحی ولی میگه بدون جراحی رو که بکنیم جراحی خیلی سختیه خیلی پیچیده است و دیگه بعد از این جراحی نمیتونی راه بری و این کارا رو خیلی کارا رو بکنی حرف بزنی راه بری این چیزا اینا اینا هم خودش تصمیم میگیره میگه خب 100% آدم باید زنده باشه تا حتی به سختی هم هست بعدم باید زنده باشه و میتفوت انجام بده هر تفیلا هر کدیش که دوشا باروخو آمین هر کاری که بتونی بکنی زنده هستی تفیلین ببندیم یه زخوته تا حتی با یسوری و میگه او که جراحی رو بکنی و جراحی رو میکنن و هینه صبح بعد از جراحی میگه من از تخت خواب میخوام بیام پایین دکتر میگه نه تو نمیتونی را بری پاتن از زمین نه اینطوری بیاد میگم میخوام بیام پایین میاد پایین لباساش هم میپوشه و میره یشیوا شیور میده میدونی که میشده نوه خواهر بن ایشخای نوه خواهر بن ایشخای میشه ربی یهودا صدکا میره یشیوا شیور میده و نصف فله دکترها گفته بودن که نمیتونه از جاش تکون بخوره و فلج میشه و همه اینا و سالم و خوب برمیگرده انگار که اصلا جراحی بوده و
یه چند روزی میگذره، یه مرتبه کیو میبینه؟ ربی یهوشوا شهربانی که قبلا گفتیم 116 سال عمر میکنه، میبینش و ربی یهوشوا شهربانی ازش میپرسه، میگه به من تعریف کن، اخیراً برای تو معجزه ای شده، تازگی ها خبری شده بود برای تو، یه نسی داشتی، چیزی داشتی، برنامه‌ای داشتی، اتفاقی برات افتاده بوده. نه خیلی تعجب میکنه، میگه چون که فقط خانواده میدونست، با دکتر میگه هیچ کس نمیدونست، فقط خودش و خانواده و دکتر میدونستن که این جراحی رو داشته. تعجب میکنه، میگه چرا اینو میگی؟ میگه چون که من میخوام بفهمم که چرا بنیشخای میاد توی خواب به من میگه، میگه که بلند شو تفیلا بخون برای نوه خواهرم، که یهودا صدقه براش تفیلا بخون که تو سارا هستش و تو اونجا تفیلا بخون، منم تو شامعیم تفیلا میخونم براش. میگه من تفیلا خوندم و اینا خوندم، میخوام بدونم برای چی بود. بعد موقع بهش داستان رو تعریف میکنه و این داستان رو بدونید که میارن که رعیا از اینجا که احتیاج به دو تا صدیکه، فقط کافی نیست که یه صدیک برای آدم تفیلا بخونه تو این دنیا، برای موضوعهای که گزراهای قوی، نه چیزای دیگه، چرا آدم خودش میتونه بخونه، ولی موقعی که خیلی گزرا قوی باشه. اینجا میبینیم که گزرا قوی بوده که بنیشخای تا به تنهایی زخود نداشته تو شامعیم، میگه بعد یکی هم باشه در این دنیا که تفیلا بخونه. میدونید دقیقا مثل موضوع مشربینو، درست که مشربینو تو شامعیم تفیلا میخونه برای و مردخای حسدیک، که مردخای یهودی که متیاش میشه موشه، مردخای در این دنیا تفیلا میخونه، که به خاطر همینه که مانو تلوی رب الکبس، رب شلوم حلوی الکبس، در کتابش مانوت حلوی که گفتیم یعنی توی میاد که اینه متانوت لایویونی بخشید شلخ مانوت هدیه میده، پول نداشته به خانواد، به پدر زنش، در اون سفر می نویسه میگه برای چی مردخای و استر تکانا کردن که متانوت لایویونی صداقا بدن، برای ایلوی نشامای مشرب بینو این تکانا را کردن که روز کیپوریم صداقا بدن به انیم، برای ایلوی نشامای مشرب بینو، چون که مشرب بینو اونجا خیلی کمک کردش تو شامعیم تفیلا میخوند، که نگه برابرش مردخای صدیق تو این دنیا. و از اینجا هم یاد میگیریم که تا صدیق بزرگی مثل بنی ایشخای، اگر مشرب بینو احتیاج به ایلوی نشاما داره، که ما اینجا دیبره توراشو میگیم و بیاین که براخا بگیم، هر کاری که بکنیم میگیم برای ایلوی نشامای مورن و ربینو هر گاون تیفرتین و گاون اوزنو هر رب یوسف خیم بن یوسف، واقعا کافی بگیم یوسف بن الیاهو. میدونید اینم بگم بهتون بگم که یه راوی که من میدونید خودم باروخ هشم زهود داشتم ببینم ازش براخا بگیرم، ربی یورام ابرجه، یکی از صدیکیمایی که در ادوره اخی داشتیم، پسراش الان هستن که یشیوه ها روشو میچرخونن و اون تعریف میکنه اینطوری، اسم بیشیوه هاشو گذاشته اود یوسف خی رو بنیش خی، و میگه یه مرتبه تو اتاق اتروت روشنو بابا سلی بودش، و میگه همون موقع یه راوی میاد و براخا میخواد بگیره برای حسلاخا که میخواد یشیوا باز بکنه به اسم بنیش خی. میگه خیلی طرف تعجب میکنه که بابا سلی بهش میگه نه این کارو نکن، و طرف تعجب میگه برای چی نه، میگه اگر تو این کارو بکنی بدون که خیلی بنیش خی مکبیده، که خیلی سخت میگیره که همه چیز بایستی لشم شمعین باشه به تخلید. میگه و میگه این میگه اگر نه حسراخا نخواهی داشت، میگه چون که داری اسم بنیش خی روش میذاری بایستی لشم شمعین باشه کاملا، و اگر نه بدون حسراخا نخواهی داشت. بعد طرف رابه قبول میکنه، میره اسم دیگه میذاره. میگه ربی یورام ابرجل که اونجا بود، میگه اینو که شنیدم، میگه اون موقع بود که من تصمیم گرفتم که مظالمو امتحان بکنم، که یشیوا درست بکنم رو اسم بنیش خی و لشم شمعین البته، و بسیارت دشمایا در سال تافشین ممهه، میگه یک قسمتی از کنیسا و بیت مدراش توی کنیسای دیگه درست کردن و اسمشو گذاشتیم کل رینا رب پانی، رینا به خاطر مادرش، مادرش کل رینا، و رب پانی به خاطر اسم بن ایشخای. یه حالا گوش بکنید، میگه هیلولای بن ایشخای رسید در همون سال،
میگه و لیخود نشامای تاهور بن ایشخای مای سفر تورای مهودار و قشنگ به روپ ادبادار. میگه سفر تورای خیلی زیبا و با شکوه. میگه ما هدیه کردیم به برای یشیوا و میگه بعد از اینکه سیمخا همه چیز به پایان رسید میگه ساعتای دیر وقت شب میگه خوابم برد روی صندلیم. میگه اون موقع توی خوابم بن ایشخای رو دیدم که اومد بن ایشخای من رو دیدمش که اومد و از من تشکر بکنه به پانیم سوهلوت. میگه صورت نورانی و خوشحال با سیمخا ربا و خیلی خوشحال بودش که همچی کاری براش کردیم. و بن ایشخای میگه کرت روخ داشت که از اینی که کنیسا و بیت مدراش اینا رو اسمش گذاشتیم. و میدونی که خیلی وقتا بن ایشخای میمد با ربی یرمیا بلجر حرف میزد. داستانش خیلی زیاده. خیلی سیاتا دیشه میاش موقع که میرفت صندوق بشه مثلا به راندش میپرسید میگفت تو از کجا میدونی من کجا برم کجا بشم این منطقه که تاله نبودی که منم توش گم میشم. میگه بن ایشخای نشسته جلو و میگه کجا برو. بن ایشخای همیشه اسم گفت یشیواش هم اود یوسف خای رفت پالیم اینا اسم یشیواشه. میگم 20 خورده یشیوا داره تو هر سکودش. میگه و میگه براخا دادش به من. میگه ربی رو بجل یه همون شب بن ایشخای بهش براخود داد براخود به روبوت. میگه بعد از من یه تقاضا کرد گفت پدرم چی؟ گفت همین کارا کردی بوسه من ولی بوسه پدرم هگاون هخواستید ربی الیاهو خاییم برای اون چی کار میکنی؟ و میگه اون منو اوورش تو این دنیا. میگه پس برای اون چی کار میکنی؟ هوه بیانی لعولم. میگه کاری درستیه که لیخ بوده برای اونم یه کاری بکنی. میگه توی خوابم بهش قول دادم که برای اونم یه کاری میکنم. میگه روز بعدش بعد از تفیلای شخریت میگه مینشمایم که فکرم افتاد چی کار کنم. گفت کتاب خونه روی که تو بت مدراش هستش اسمش رو داشتم کتاب خونه ادرت الیاهو. میدونی که اسم یکی از کتابای بن ایشخای هست ادرت الیاهو اسم پدرش. یه اسمش رو داشتم ادرت الیاهو رو اسم پدرش. میگه بدونید که تا الان میگه همیشه ما شیور میدیم بعد از تفیلای شخریتی که تو نتخما میخونیم شیور میدیم رو بن ایشخای لیخودو شلماران بن ایشخای. میگه شیور سفر بن ایشخای داریم. میدونی که هر کسی این سفر رو باز بکنه و بخونه که دوشا میگیره یه رد شمایی میگیره از استایپلر راو لیتویش اشکنازی. میپرسن یه سری سربازا که بعض میافتن سربازی تو روسیه و اینا. میگم ما بذاریم بیریم الان سربازی میترسیم که درجه که دوشامون بیاد پایین و چه کتابی بخونیم چی کار کنیم که خیزوک داشته باشیم. میگه با خودتون کتاب بن ایشخای ببرید و کتاب بن ایشخای بخونید. حلاخه حتما پسکی نمی کردن چون که کتاب پسک سفارادیه. خب خیلی چیزا هم هستش که من یکیه ولی فرقی نمی کنه خوندنش میگه خوندنش مطالعهش میگه برای شما یه رشمه میبین. این چیزی که استایپلر میگه به شاگردای یشیوایی اشکنازی که میخواییم کتاب بن ایشخای بخونید این بهتون خیزوک میده یه رشمه میتونون باقی بمونه. و میدونید که بن ایشخای و همه میگن کتابش به روح خکودش نوشته شده و میگن یه کلمه هایی رو اونجا میگه یه نقطه هایی رو میگه که اینا به روح خکودشه. پسکایی که یعنی تونسته توی یه سیف کاتان توی چند تا کلمه دعات 30 تا 40 تا پسکیمو بنویسه که ما متوجه نمیشیم با خوندنش که پشت پرده چیه که از کجا آورده برای چی این کلمه رو نوشته چرا اینطوری نوشته که میدونین سفاریم خیلی زیاد یارو خونده بود و مطابق اون پسکو مینویسه. فقط نمیگه از کجا آورده بن ایشخای ولی انا سفاریم هستن که دارن میان که میگن بن ایشخای این از اینجا آورده این انجا آورده این کلمه رو که نوشته به خاطر اینه که دون اخرونی اینو نوشته و خلو به خلو و اوکی پس ز خدای گناله اینو بارو خشم و اینا ما چند بار قبلا گفته بودیم میگیم یه دو مرتبه که یکی از بزرگای ریبیای اروپا حرب حکادوش ربی هوشوا میبرز ربی هوشوا میبرز که خسیدا کدیشا بوده میگه قبل از اینکه فوت بکنه به خبر کدیشاش میگه جرأت نداشته جرأت نکنید لبل یهانو میگه حق ندارید که روی متبای من بنویسین مثل مال پدرم خط بدارا دیگه ننویسین خط بدارا یا خید بدورو یعنی تنها کسی که راب بزرگی که در دوره بوده بزرگترین راب دوره ما. بعد میگن چرا؟ میگه چون که تو زمان من الان بن ایشخای هست
اون یاخید به دورو هستش. میشه برای اون این اصطلاح رو گفت خد به دارا یاخید به دورو. این برای این طور هستش. میگه زمان پدر من نه نوشتین اوکی بود، چون اون موقع اون خد به دورو بودش، ولی من اونطوری، ولی من اینطوری نیستم. میدونید که یکی از یه مرتبه بابا سلی ببینید چی میگه. بابا سلی میگه بدونید، میگه به مو ایناب، میگه بنی با چشمای خودم من دیدم که دیوکانه چهره بنیشخای خاکوک تخت کیسه حکابود زهوتو یاگن علینو برکل اسرائیل آمین. باروخ ادونای لعولام آمین و آمین.